به نام خداوند بخشاینده مهربان. داستان دختر پاکدامن و مرد تهمتگر. دختر معصوم و پاکدامن در یک روستا زندگی میکرد. او همیشه مشغول عبادت الله جل جلاله و کارهای مزرعه خویش بود. همه راز و نیازش با خالقش بود. مرد مضر و ظالم در همسایگیشان زندگی میکرد. چندین مرتبه دنبال دخترک آمده از او تقاضای دوستی نمود، اما دخترک همواره از او فرار میکرد، چون میدانست که انسان متدین نیست. همین عقده باعث شد که این مرد با تهمت زدن به پای این دخترک معصوم شروع کرد و در تمام قریه او را بدنام کرد. آنقدر او را بدنام کرد که حتی کسی حاضر نمی شد با او ازدواج کند. دخترک معصوم جز گریه به درگاه الهی راه دیگر نداشت. مردم قریه او را دیگر اجازه ندادند که در مزرعه کار کند و به همه به نفرت طرف او نگاه می کردند. اما یک پسر دیگر که در همسایگیشان بود، از کودکی و نوجوانی از صداقت و نجابت این دختر آگاهی داشت و برای تحصیل به شهر دیگری رفته بود. دوباره به قریه آمد. وقتی از زمزمه های مردم قریه خبر شد، به مادر و خواهر خود گفت که من او را از کودکی می شناسم. او اصلا بدکار و بدخلاق بودن نمی تواند. من به پاکدامنی او باور دارم و از نوجوانی آرزوی ازدواج با او را داشتم و هنوز هم آرزوی من ازدواج با اوست و من نمی خواهم سخنان پوچ و بیهوده مردم قریه را بشنوم، چون به چشم خود ندیدم و حق تصدیق بدی او را ندارم. همین بود که از دخترک واسطوری کرد و با او ازدواج نمود. اما آن مرد تهمتگر به تکلیف سرطان گلو مبتلا شده و از گلویش حتی آب تیر نمی شد. وقتی موتر عروس و داماد طرف خانه روان می شد که اتفاقا یک مرد با آن تصادم می کند. وقتی عروس و داماد از موتر پایین می شود، عروس متوجه می شود که همان مرد تهمتگر در گلویش پایپ تیر شده و مانند اسکلیت لاغر وضعیت شده و همه موهای سرش تکیده و به عروس می گوید حقت را حلال کن، حقت را حلال کن، حقت را حلال کن. من در این دنیا از آه و مظلومیت تو سوختم، نمیخواهم در قبر هم بسوزم. دخترک که عشق در چشمان معصومش حلقه زده بود، تمام صحنه های دردناک از پیش چشمانش خطور میکرد. هرچه دردهای را از خاطر او تحمل نموده بود و چقدر طعنه های مردم را شنیده، با دیدن قدرت الهی و جواب دردناک الهی آه عمیق می کشد و می گوید واقعا تهمت زدن به زنان پاک دامن سنگین تر از کوه است. با گلوی پر از بغض و چشمان اشک آلود می گوید حلال است. الله متعال ببخشد. خداوند ما را از تهمت دروغ دور داشته باشد که عواقب آن رسوایی است. آمین. خب دوستان عزیز، امید دارم برای شما عزیزان پند آمیز بوده باشد و خداوند همه ما شما را از تهمت کردن و تهمت شدن در امان خود داشته باشد. اگر تا اکنون چینل ما را سابسکرایب نکرده اید، پس لطفاً چینل ما را سابسکرایب، ویدیوهای ما را لایک و با دوستان خود شریک سازید.
اگر هم نظری دارید لطفا نظریات خود را در کامنت با ما در میان بگذارید. تا بعد یکایک شما عزیزان را به عزتی بی نیاز می سپارم. شاد و موفق و کامیاب باشید. بدرود.